نگاه کن، گوش کن، گوش کن. به جان مادرم نمیدونی داری چی یاد میگیری، مقدار میانی، یعنی باید سهمی باشه. میگه این نمودار مکان زمان یه متحرکی، مکان زمان. خودش میگه معادله مکان درجه دوه. درجه دوه یعنی چیه؟ سهمیه. پس بنابراین مقدار میانی قابل استفاده است. من بهت گفتم 100% حداقل دو تا سوالات کنکورت معادله مکان رو درجه دو میدن. مکان سرعت شتاب، مکان سرعت شتاب، این درجه دو میده، این درجه یک، این شتاب ثابت. اصلا تنها حرکتی که بسیار کتابتون روش تاکید کرده میگه شتاب ثابت، شتاب ثابت، شتاب ثابت، بعد اومده برای این یه فرمول آشغالی نوشته. من دارم مفاهیمش رو میریزم برات بیرون، ببینید دل رودش چی داره. یعنی این باید درجه دو باشه، درجه دو باشه سهمیه، سهمی باشه تقارن داره، تقارن داشته باشه مقدار میانی قابل استفاده است. یعنی اگر بهت گفتن یه خط کشیدم اینجا در دو نقطه قطع کرده، این یه بازه زمانیه T1 تا T2. شیب این خط شیب مکان زمان میشه سرعت، پس شیب این میشه سرعت متوسط. در چه بازه ای؟ در بازه T1 تا T2. خب اگه بخوام اینو به دست بیارم، به جاش چون سهمیه تقارن داره، میتونم برم در وسط این بازه، وسط این بازه، این دقیقا وسطه، در وسط این بازه مماس بکشم. این مماسه با این یارو، یه خود تمیزش کنم، این مماسه با این سبزه هی داده بیداد پاکون بود. این مماسه با این سبزه موازیه. این چی میده؟ قاطس متوسط میده در بازه. این چی میده؟ لحظه ای. سرعت لحظه ای در کجا؟ در لحظه تی. این تی کجاست؟ وسط این بازه. وسط این بازه یعنی تی یک به اضافه یه ذره دیلی نداره حسین؟ تی یک به اضافه تی دو تقسیم بر دو اندیسا. یعنی چی؟ مثال عددی نگاه کن. مثلا بهت میگن سرعت متوسط رو در بازه 2 تا 8 بگو، به شرطی که مکان درجه 2 باشه، یعنی سرعت درجه 1 باشه، یعنی شتاب ثابت باشه. به دلیل تقارن سهمی و قضیه مقدار میانی در ریاضیات که دارم الان نیم ساعت توضیح میدم، به جای اینکه سرعت متوسط رو در این بازه 2 تا 8 بگی، وسط این بازه 2 تا 8، وسط یعنی اینا رو جمع کن تقسیم بر 2، تی 1 به اضافه تی 2 تقسیم بر 2، جمع تقسیم بر 2 یعنی میانگینش، 10 دوم یعنی 5. پس سرعت متوسط در بازه 2 تا 8 با سرعت لحظه ای در لحظه تی مساوی 5 برابره. بده من یه یک خوشگل ببینم کی فهمید.